سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، اساتید محترم و دانشجویان و متولیان این جلسه در دانشگاه کردستان. آخرین تذکری که تو این نقطه دوم خطاب به این قشر و این گفتمان به نظر من باید گفت اینه که برادران و خواهران عزیز بدونن این دوستان حتی تاریخ مذهب و قدرت رو در خود اروپا درست نمیدونن، درست نخوندن یا نمیخوان بدونن. اونجا هم در اروپا هم دعوای انسان محوری و خدا محوری نبود. در اصل دعوای اصلی در خود اروپا چیزی دیگه ای بود، با این پوشش صورت گرفت. اینا پوششی بود برای درگیری و جنگ قدرت بر سر دنیا که بین کلیسا از یک طرف و دربارها و فئودالها و شاه و شوالیه ها از طرف دیگه درگیر شد در اروپا. دعوا اون بود نه این. اصلا دعوا نه بر سر خدا بود نه بر سر انسان. خدا و انسان هر دو بهانه بودن تو دعوایی که در اروپا اتفاق افتاد و منجر به تحکیم پایه‌های نظام لایسیته شد در غرب. دربار اول با ادبیات لوتری و بعد با ادبیات ولتری درگیر شد با مفاهیم پایه‌ای کلیسا برای اینکه قدرت دنیوی کلیسا رو ضربه بزنه. اصلا دعوا دعوای ایدئولوژیک نبود در درجه اول، برای اینکه دعوا سر آزادسازی بشر از چنگ مذهب و کلیسا نبود. دعوا برای کنار زدن رقیبی بود که سر زمینا و آبادی‌ها و املاک خصوصی و اینا، یعنی کلیسا، به پروپاچه دربار می‌پیچید. برای که کلیسا میگفت ما به دنیا توجه نداریم و دین از دنیا جداست، اما مالک بعض از وسیع ترین زمین های مرغوب در اروپا بود و این چیزی بود که خب فئودالا نمیخواستن دربار. اینا با همدیگه سر دنیا و سر لاشه دنیا درگیر شدن. بعد بحث رو کشوندن، اون پرچم خدا رو و مذهب رو برد بالا، این هم پرچم انسان و انسانگرایی و اومانیزم رو برد بالا. دعوا از یه جای دیگه شروع شد و به یه جای دیگه ختم شد. امروز تیکه دومش رو میشناسن. امروز این لیبرالیزمی که تبلیغ میشه لیبرالیزم طبقاتی اقتصادی سرمایه‌داری امپریالیستی است، لیبرالیزم انسانی نیست. حقوق بشر بهانه است توش، کلماتی است که پشت این کلمات مخفی میشه. شیطان با ماسک فرشته وارد صحنه میشه و ما هم اینجا بازی میخوریم. و قیام علیه کلیسا در اروپا، ممکنه بعضیاتون به این نکته که من میگم انتقاد داشته باشید، یا اونی که مشهوراتی که تو ذهنتون است و خوندید یا شنیدید چیزی دیگری باشه. اینه که من دارم میگم با توجه به کالبد شکافی دقیق تاریخ مذهب و سیاست در اروپا است و مستندات بسیاری براش وجود داره، و اون اینه که قیام علیه کلیسا در اروپا، همونطور که بعضی از روشنفکران متعهد ما هم گفتن، قیام در علیه کلیسا در درجه اول یک قیام انسانی و فلسفی و حقوقی نبود. در درجه اول یک قیام اقتصادی بود، یعنی بر سر منافع بود، و بعد تدریجا سیاسی شد. و وقتی که سیاسی شد دیگه مذهب و حقوق و اخلاق و همه چیز رو درگیر خودش کرد، و لذا بعضیا گفتن نهضت پروتستان در اروپا که از آلمان تقریبا از جهاتی پا گرفت، در واقع تک وسیع بورژوازی آلمان و سرمایه‌داری جدید بود علیه نظام فئودالی در غرب که از تبعید بهانه و با این شکل موفق شد. و الا مسیحیت، به شما عرض بکنم، مسیحیت کلیسایی حتی در قرون وسطا اصلا ادعای دنیاداری از نظر نظری و تئوریک نداشت. بعضیا فکر میکنن تئوری تفکیک دین از سیاست مال بعد از قرون وسطا است، مال دوره رنسانسه. نه، اصلا تفکیک دین از سیاست تئوری خود کلیسای قرون وسطا بود، قبول داشتن اصلا. خودشون میگفتن کلیسا مال اسقف، قصر مال قیصر. خودشون میگفتن کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر بگذارید. خودشون قائل به آیین دو شمشیر بودن که مثلا دو تا اتوریته داریم، اتوریته دنیوی که مال دولت و شاه است و اتوریته مادی معنوی که مال کلیساست. خودشون میگفتن ما با معاش و زندگی مردم، با سیاست و قدرت و حقوق و تکلیف و اینا اصلا کاری نداریم، ادعایی نداریم. ما کلیسا اصلا کاری نداشت به از نظر نظری ها، البته از نظر عملی چرا به همه چیز کار داشتن، دنبال قدرت و دنیا بودن، اما از حیث تئوریک مسیحیت حتی در قرون وسطا اصلا کاری به حوزه عرف و معیشت و حقوق مادی مردم نداشت، ادعای تئوریک در این باب اصلا نداشته. یه حوزه قدس برای خودش درست کرده بود در برابر قانون رومی
و فلسفه یونانی که حکمت نظری و حکمت عملی اروپا رو ساختن قبل از مسیحیت و بعد با فاصله چند قرن بعد از قرون وسطی دوباره بعد از مسیحیت بنیان گذاشتن، اصلا مسیحیت قرون وسطایی تز متقابلی در برابر نه فلسفه یونانی داشت در حکمت نظری و نه در برابر قانون رومی داشت در حکمت عملی. اینا نکته خیلی مهمیه. مسیحیت قرون وسطی اصلا ادعای اداره جامعه از حیث تئوریک نداشت، یعنی نمیتونست داشته باشه. شما چیزی به نام قانون مسیحی برای اداره حکومت و جامعه نداشتیم، نه وجود نداشت حتی در دوران قرون وسطی، چون آیین مسیحیت تحریف شده بود و هر چی که بود یه مقدار موعظه بود، یه مقدار فساد و خشونت از طرف کلیسا، یه مقدار سلطه طلبی مادی که با همون تئوری تفکیک قدس از عرف و دین از دنیای خودشون هم منافات داشت و برخلاف اسلام که شما می‌بینید در حوزه عقود، سیاست، معاملات، اجتماعیات و همه جا ادعا داره و برنامه داره و کاملا مدعی است، مسیحیت اصلا اینجوری نبود. شعار آزادی که مطرح میشه اول به آزادی از استبداد ترجمه میشه، ولی وقتی که او تثبیت شد، چون کسی مخالف نیست با آزادی از استبداد، این که تثبیت شد در لواء او بزرگترین مغالطه صورت میگیره و تبدیل میشه به آزادی از عقیده، آزادی از دین، آزادی از اصول، آزادی از نظام حق و تکلیف شرعی. این مغالطه بزرگه. آقا با آزادی مخالف یا موافق؟ با آزادی از چی موافقم یا مخالف؟ با آزادی با کدام مبنای فلسفی موافقم یا مخالف؟ اصلا ما آزادی خوب و آزادی بد نمیتونیم مطلقا بگیم. کیلویی نمیشه با این مفاهیم تئوریک برخورد کرد اینطوری که تو جامعه ما و تو روزنامه‌های ما رایجه. یه عده ضد آزادی هستند، یه عده طرفدار آزادی هستند. یه عده ضد جامعه مدنی هستند، یه عده طرفدار جامعه مدنی. یه عده ضد تسامح و تساهل، یه عده طرفدار تسامح و تساهل. اینا همه نشون میده که اصلا بحث چقدر خام مطرح میشه و نشون میده که ابعاد سیاسی و حزبی این دعواها کاملا چربیده بر ابعاد تئوریک و نظریش. برای که یه آدم متفکره، یه آدمی که اهل فکر، یه دانشجو، یه طلبه، اصلا اینجوری حرف نمیزنه راجع به مفاهیم. با چی مخالفه، با چی موافق؟ کیلویی نمیشه جواب داد به این سوالا. تا که میگه جامعه مدنی، آزادی، تسامح و تساهل، حقوق بشر، دموکراسی، فوری باید تعریف کنی با کدام مضمون، با کدام مبانی فکری و با کدام نتایج تا من نظر بدم. شما میدونید همین الان هنوز از دموکراسی تعریف آکادمیک واضحی وجود نداره تو دنیا. هنوز جامعه مدنی ازش ده ها تعریف شده در خود غرب. با بعضی از تعریفاش یه مسلمان حتما ضد جامعه مدنی و ضد دموکراسی است. با بعضی از تعریف دموکراسی و جامعه مدنی حتما عالی ترین و متعالی ترین نوع دموکراسی و جامعه مدنی تو مفاهیم اسلامی وجود داره. تساهل و تسامح با یه تعریف ضد شریعت اسلامه، با یه تعریف عین شریعت اسلامه. اینا همینطور مبهم تعریف میشه، همینطور عرض کردم کلمه ها همینطور پرتاب میشه به سمت افکار عمومی مثل نارنجک ترکشش به هر جا خورد خورد. اینا دکون وا کردنه، اینا که بحث نظری و فکری نیست و الا یه آدم متفکر اینجوری حرف نمیزنه. اصلا موضوع رو طرح میکنه، تعریفش رو دقیق از اون موضوع ارائه میده و بعد وارد ارزیابی میشه و استدلال میکنه. و این اتفاقی است که متاسفانه در ایران جاش بسیار خالی است. این که آزادی از استبداد رو مطرح کنی، پشتش بلافاصله بحث آزادی از دین رو استنتاج بکنی، یه از اولین انحراف‌ها و خیانت‌های فکری بوده که در حق مردم و آزادی و دین در این مملکت شده. من تو عرض کردم اینا معمولاً صورتاشون شطرنجیه برای که شناسایی نشن، یعنی دو پهلو حرف می‌زنن تا راحت دانسته و کشف نشه. در غرب قدرت بین دولت و کمپانی و کلیسا تقسیم شد بعد از دوره رنسانس. بعد ابتدا دولت و حکومت و در مرحله بعد کلیسا در خدمت کمپانی‌های سرمایه‌داری قرار گرفت و افکار عمومی که قبلا در یک مثلث عامل ساخته می‌شد امروز شده تقریبا تک اربابی، برای اینکه یه جور انحصار قدرت در نتیجه انحصار تبلیغات به وجود آمده و انحصار تبلیغات خودش نتیجه انحصار ثروت در غرب بوده. یعنی ظاهر پرده جلوی صحنه دموکراسی، آرای اکثریت، ولی پشت پرده و اونی که واقعا اتفاق میفته منافع اقلیت و نظام اولیگارشیه. اونی که در غرب هست، نظام لیبرال سرمایه‌داری، ظاهرا دموکراسی است، باطنا اولیگارشی است و همین داره تو مملکت ما داره تبلیغ و ترویج میشه با عناوین روشنفکرانه.